با سلام دوباره به برنامه جدید خوش آمدید. در جنگی که آن اونجا روان است در حوزه خاورمیانه، در اسرائیل در چهار اطراف خود، در نزدیک البته، از هیچ کسی حساب نمیبره مگر ماشین جنگی حزب الله. ترس اسرائیل و محاسبی که از عاقبت یک جنگ احتمالی به اونا داره بسیار برجسته است و همیشه از طرف امریکایان برشان تاکید میشه. خب البته نبردهای تکتیکی قبل از جنگ بین حزب الله و اسرائیل در جریان است. این ترورایی که شما میبینید اینا مقدمه یک جنگ فراگیر است تا تقریبا یک قضیه را تا اندازه زیادی به نفع این یا آن فیصله خواهد داد. چون در این بنبست نمیشه مثلا شاهد یک تکامل وضعیت به نفع صلح و ثبات باشه. حالا اسرائیلیا میدانند که مثلا سلطه هوایی اسرائیل با یک دشمن پنهان مواجه است. این دشمن پنهان در باری بسیار مطالعات شده که عبارت است اما ذخایر سرپوشیده جنگی حزب الله باشه. حزب الله با توجه به توانایی های پیشرفته که طرف مقابل داره یعنی اسرائیل، سرمایه گذاری غرب روی ماشین جنگی اسرائیل مثلا مثلا جدی میگیره. به همون خاطر اینا در همون سطح کوشش میکنن خود عیار بسازن و عیار ساختن. به همین خاطر اسرائیل به یکی از شش ارتش پیشرفته دنیا در برابر اینمی سازمان نظام ملیتریستی حزب الله با چالش و هول مواجه است. چنانچه در 8 ماه میبینیم که همیشه میگه دستور صادر میشه که ما حمله همه جانبه را انجام میدیم، بالای لبنان و حزب الله کار تمام میکنیم، اما یک قدم بغیر از ترورایی که انجام میدن که هم با کمک به اصطلاح یافته های اطلاعاتی ماهوارهای امریکا که انجام میشه پیش او تکنولوژی است، اما در زمین عینیت یک قدم پیش نمیره. یکی از اسراری است که در باریش باید مطالعه شد. مطالعات زیادی هم شده در تل اویو. هم نگاه به طرف حزب الله است، به طرف حماس که این مثلا برابر حماس شکست هم خوردن، اما اون طرف نیست، میگه اون معاصره است به هر شکل. این ما هستیم که میشه میزنیم، طرف دفاع میکنه. در لبنان طور دیگه است. وقتی که اسرائیل یک عمل انجام میده دو برابر پاسخ میبینه. قابلیت های دفاع هوایی خود حزب الله پنهان میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه عنصر غافلگیری در وضعیتی که یعنی قرار یک جنگ جدید و مهم شروع شود او را نگاه میکنه، برای خود او را برای یک سناریوی جنگی تمام عیار حفظ میکند. این تصویری از حزب الله در که آمده بسیار در مقالات بسیار زیاد نوشته شده. این تصویر برجسته را بعد این برنامه کوتاه میگیم که اینی تو یک نگاه و یک چشمانداز از او وجود داره. از دهه 1990 حزب الله مثلا از موشک های سام استفاده میکرد. اون وقت در جهاد افغانستان هم استفاده میشد، یک وقت موشک های سام و موشک های استریلا که هم در جهاد افغانستان استفاده میشد. خود دهه 1990 حال تقریبا 30-25 سال تیر شده که وقت از یا چیزهای منپتس استفاده میکرد، راکت ها اونا همیش ساخت شوروی بودن. این موشک ها عمدتا که هلیکوپترهای اسرائیل هدف قرار میدادن که گاه اثرگذار بود گاه نبود، یعنی یک تلاش های علیه هواپیمای جنگی بود. در افغانستان هم شما یادمون هست وقتی که عین سلاح های روسی را چینایی ها می ساختن در اختیار مجاهدین می گذاشتن، یا کلاشینکوف های مصری را می خریدن می آوردن به افغانستان. او استریلا ها و سام هفت و اینا را هم می آوردن علیه هلیکوپترهای توپدار. حزب الله از 20 سال به طرف از اون مرحله عبور کرد.
مجاهدین افغانستان هم از اون مرحله عبور کرد، وقتی که استنگر آمد باز معادله را تغییر داد. ما شما یاد ما هست. خب حالا روزنامه اسرائیلی هارتس گفته که بعید است که این سلاح‌های ضد هوایی، مثلا او سلاح‌ها به اهداف مثل پهپاد هرمس 900 که در ارتفاعات متوسط یا بالا عمل میکنه اصابت بکنه. به مو خاطر ما شما دیدیم پهپاد هرمس 900 چند پیش حزب الله سقوط داد. معلوم میشه که سلاح پیشرفته تر ضد هرمس 900 در دست اینها هست. در نوامبر گذشته یک هواپیمای 358 اصطلاح چیز راکت 358 نو سام ایرانی، ایرانی نو ایرانی که کپی کردن کپی ساخته شده، امی هرمس 450 را هدف قرار داد. در سال 2006 وقت پدافند هوایی حزب الله سیستمای مثلا پیشرفته تر که داشت از دوش پرتاب بود، از سرشانه و مسلسل های مثلا 23 میلیمتری بود. در جنگ 33 روزه با اسرائیل در مو زمان یک بالگرد CH-53 اسرائیل توسط به اسلام موشک وانگارد ساخت چین بود، موشک سرنگون کرد. اما وقت 4 افسر اسرائیلی کشته شد و 3 هلیکوپتر دیگر هم به همین وانگارد زدن. خیلی وانگارد نشان دهنده یک نسل جدیدتر از راکت های مجهز به حسگرای به اصطلاح سرد بود که دنبال میکرد هدف امکان تشخیص گرما را و تمیز دادن بهتر هدف فراهم میکرد. موشک های جدید بعدن آمد. حالا دیگه ایسایس میایم به طرف موشک های جدید مثل ایگلا یا میساق 2 و میساق 3 ساخت ایران آمد. در زرادخانه حزب الله موجود است. یه به اصطلاح نسل قدیم است اما بسیار مؤثر. خب آل حزب الله دارای موشک های است که دارای حسگرای چند جانبه. حسگر یعنی کشف میکنه راد کشف مثلا کشف راداری شده و میره به طرف هدف تا کور دنبال بکنه. این فناوری توانایی اینها را در شناسایی هواپیما و مثلا و در ردگیری دامهای حرارتی که از عقبه هواپیما حرارت تولید میشه، او حرارت بسیار به سرعت طی میکنه میره هدف میزنه. اتم بالونایی را که اسرائیل بالا میکنه تا به اصطلاح رادارا یا حسگرای سیستم های ازبلا را گمراه کنند. با وجود دارم این بالونا را برای گمراه کردن موشک به کار میبرن او را هم هدف قرار میدن. یک چنان چند پیش یک بالون بسیار بزرگ حزب‌الله اسرائیل در سرحد اونا ساقط کردن، اگه یادتان باشد. یک بالون بزرگ بود مثل بالونی که در طرف بالای سار کابل یک وقت ناتو بالا کرده بود، اونو تو یک چیز بود. حالا همین ماه گذشته از بالا یک با استفاده از موشک 358 یک هواپیمای اسرائیلی را زد. اما شناسایی موشک خاص مورد استفاده حال چالش برانگیز است. ازبالایی ها نسل متفاوت یا مدل های متفاوت موشک های پیشرفته را که در پدافند هوایی استعمال میشه اونا را حتی الامکان مخفی نگاه میکنن. مثلا تکنیسین های ازبلا سیستم های موشک ها را با پهپاد ایتو آشتی میتن در هم میاموزن، یک چیز جدیدی را آرایش میکنن و کل این فناوری ها را سپاه پاسداران بر از اونها تمجه کارگاه هایش درست کرده. اسرائیلیا از این گپا مطلع هستن، به می خاطر هر زمانی که میگن ما حمله میکنیم بالای حزب الله فکر میکنن فکر میکنن بعدا سرد میشن و تاخیر میفته گپ. این تا حال تمیل لحظه که ما شما صحبت میکنیم اینا جرأت تهاجم گسترده زمینی و هوایی رو بالای حزب الله نداشتن، به خاطر از اینکه از این مثلا پیچیدگی ها و خصایص ماشین پدافندی حزب الله اطلاعات دارند.
خب هواپیمای جنگی که در جنوب لبنان هدف قرار میگیرن معمولا آل از موشک های هدایت شونده دوش پرتاب منپتس استفاده میشه. اولی که سرعت موشک ها در مقایسه با راکت های کلان که چندین برابر سرعت صوت هستند پایین است و می چیزهای سرحدی کافی است. میانگین ارتفاع موشک ها 4 کیلومتر است و که به دلیل محدود بودن اندازه پیشرانه موشک و سوخت موجودش به اصطلاح اما اندازه است که زیاد سرعت بالا نداره در ارتفاع بالا نیست اما اندازه که یعنی آلت بازدارنده است. اسرائیل دیگه چیزا فریب نمیخوره که ولی اونا ندارن چیزه. اسرائیل میفهمه که ای چه بسا مدل های بسیار خطرناک و استفاده نشده را اینا در اختیار خود دارن ماندن و روز مبادا. خب مانورایی هم که انجام دادن با استقرار بالون های حرارتی مختلف در سرحد که به عنوان فریب مثلا موشک و مثلا پنهان کردن نشان های حرارتی هواپیمایشان که اگر قرار باشه سلاح های حزب الله هواپیما را هدف قرار بده درجه حرارت بالونو به اندازه است که اول بر طرف از این فریب مخوره. اما چند روز پیش تیارات پیشرفته اسرائیل وقتی که گشت زدن در فضای لبنان مجبور و فرار شدن. وقتی که به فرار شدن دیگه اونجا نرفتن. معلوم میشه که در ماشین پدافند هوایی حزب الله تغییرات شگرفی دیده میشه. یعنی سلاح های جدید دارن. با یا این تکتیک در برابر موشک های جدیدتر مثل ایگلا و وربای روسی مثلا کمتر موثر است. این در حد است که فعلا ما این طرف موضوع را که اطلاعات داریم صحبت میکنیم او طرف موضوع را موساد تمام اطلاعات شده داره. برخلاف گزارش های رسانه غربی حزب الله از موشک های آله میان برد مثل سامان های M1 یا پانسیر استفاده نمی کنن. حال به اصطلاح دفاع پانسیر کم کم جای خود به عناصر جدید میده. ای تو به نظر میرسه که اسرائیل در تلاش برای بررسی و کشف پدافند هوایی حزب الله کارای میکنن که رشته تحرکات نمایشی و فریب انجام میدن تا ببینن که اینا چی استفاده میکنن. یعنی استراتژی اگرچه خطرناک است اما اینا اگر این تکتیکاشون با موفقیت به انجامد مزایای اطلاعاتی چشمگیری برای اسرائیل می داشته باشه که تا حال معلوم نیست که داره یا نداره. خب برحال امی که نمیره پیش نمیکنه خدا در جنگ معلوم میشه که اطلاعات داره. یعنی به طور معمول دو یا چند هواپیمای اسرائیلی در اون ساحات در ارتفاع پایین پرواز میکنن تا پدافند هوایی حزب الله را بکشانن به طرف خود. یعنی عکس العملش را تحریک بکنن. هدف از این برانگیختن سیستم های به اصطلاح سرشانه ای نیست دوش پرتاب. سامان های پیچیده تری است که قادر به درگیری با اهداف در ارتفاعات به اصطلاح 10 کیلومتری و حتی 20 کیلومتری است. از اونو میترسن که اگر عملیات شروع شود بدون سلاح های هوایی اسرائیل نمیتونه با موفقیت برسه. شکست میخوره تاوان سخت میه. با خاطر اینا پیش از پیش میخوان معلومات بکنن که اگر تیارات F-16 میره و تیارات دیگه حزب الله با چه اسلحه و چگونه ایره ردگیری میکنن. علت از این است خب برحال در حزب الله اونجا بسیار اکمالات شده. معلوم میشه اسرائیل از قابلیت های ترسناک سامان های حزب الله به درستی مطلع نیست. ایتو معلوم میشه در طول پرواز اکتشافی سایر جت های اسرائیلی مجهز به مهمات هدایت شونده یا مهمات ضد رادار هستند. سعی میکنن یک حالت معلق ایجاد بکنن ایتو منتظر شون که می رادارهای حزب الله چطور خود فعال میکنه و چطور عکس العمل نشان میده. جنگ فعلا در اینی مرحله است یعنی که معطل هم است. در صورت فعال شدن که ببینن این رادارها فعال میشه سلاح هوایی اسرائیل میتونه یعنی روی سیگنال های رادار چی شوه
خدا قفل کنه، قفل بسازه، سیستم های پدافند قفل که ساخت، سیستم پدافند هوایی که عکس العمل نشان داده نابودش بکنه، یا حداقل ناکارآمدش بکنه، منجمد شود. ما شما که میگیم جام شد اینطور. به این ترتیب هواپیمای خب تکنولوژیست، ما جنگ کلاسیک بیخی دور میریم با گذشته روز. هواپیمای جنگ الکترونیک از امون بخش از امون قطعه به صلاح نحشون در اسرائیل یا پهپادهای هیرون تیپی ایتان هیرون یک نام داره، ممکن است برای مشخص کردن مثلا محل پرتاب سامانه های حزب الله و آماده سازی از اینا برای هدفگیری و بالمقابل از کار انداختن و سیستما اینا آل سر از مو کار میکنن. یک جنگ پیچیده الکترونیک روان است. اینه چی بگویم بر شما؟ اسرائیل یک ماموریت بسیار خستکان در پیش داره. چرا خستکان؟ در کل اینا به این نتیجه رسیدن که این جنگ برد نداره، برخلاف گذشته که اسرائیل همه چیز بر وفق مراد میدید، حالا با همه قدر تلاش رو بیشتر، اما احتمال افزایش خطرات نسبت به برد قاطع بسیار میبینند. از به می ترتیب این ماموریت ملال آور است و این تازه آغاز کار است. قید اگر حرف ما به عنوان ناظری است، این تازه آغاز کار است. او باید ما اسرائیل بر فراز از فرار از شناسایی بسیار ماموریت دشوار دارد. ماموریت دشوار است. اگر یک هواپیمای پیشرفته را بزنن دیگه کسی به نزدیک نمیشه. از سیستم های پرازیت برای گمراه کردن و فرار از موشک ها استفاده میکنه، شاید بسیار این طرف محاسباتی داشته باشند. اما فعلا جنگ به شکل جنگ اعلام نشده و آزمایشی است. در کجا؟ در فضا. شمال اسرائیل ازبرا فعلا از موشک های شانه ای نشان میده که ما دیگه که موشک های دوش پرتاب است برای زدن هواپیما و دیگه ای که امو او خود کلاسیک نشان داده میره، موشک های کوچک میره مثل آلیاسین اینا رو و دیگه چیزا رو ایتو رو نمیکنه، به اصطلاح ایتو خود افشا نمیکنه. هدف پنهان کردن تکتیکا و سیستم های دفاع هوایی پیشرفتهشان است. کیره؟ هم امریکا میفهمه، هم اسرائیل میفهمه. خب اونا ترجیح میتن که استراتژی های جامعه را گسترده تر از جمله استقرار جغرافیایی را مثلا در جغرافی های کلانتر جنگ اونجا چگونه جا خشک بکنن و طرحهای مثلا کمین و غافلگیرانه را اجرا بکنن در زمانش. این روی کرد به این معنی است که اونا سیستم های تکتیک های استفاده میکنن که قبلا برای اسرائیلی ها شناخته شده است. ای تو نشان میتن که اینه فعلا ای با قیمت پذیرش برخی از صدمات و ضررها. معنی خب اینجا دیگه دیوار راز هنوز نشکسته. درگیر شدن با هواپیمای دارای سیستم های راداری پیشرفته، یعنی قبل از درگیری تمام عیار توانایی دفاع هوایی ازبلا را پیش از موعد در یک حد بلوغ رسانده. این چیزی که بر شما گفتیم مجموعه مقالات تخصصی است که به تازگی نوشته شده. این روی کرد معتادانه اینطور نشان میده که حزب الله عنصر غافلگیری را در مواقع فوق بحران کاملا حفظ میکنه. هیچ سازمان دیگه که علیه اسرائیل میجنگه، چه در عراق چه در یمن حتی و چه در غزه، به این شکل نیست. بخاطر از اینکه چسبیده است حزب الله، اگر به می رقم
قابلیت پیچیدن نداشته باشه و کارا مثل قضا میشه، ماسره میشه، میزن از هوا و دریا. خب میگنم آله هر تر اثرگذار بر ضد عملیات هوایی اسرائیل باید شامل چی باشه؟ مثلا ایجاد اختلال در شبکه پشتیبانی عملیات گسترده، اختلال مثل اختلال چی معنی؟ وقتی که جنگ شروع شد یک اصل باقی میمانه، اختلال در پشت جبهه، تیاراتی که از جای میخیزن، پایگاه های هوایی، یعنی دفتن خود ظاهر نمیشه یک هواپیمای جنگی. برای حزب الله قبلا فیلمگیری و گپا کردن به وسیله پهپاد خود خود، میفهمن که این هواپیما از کجا آمد. در اینجا به اصطلاح ایجاد اختلال عملیاتی از زدن خود پایگاه هوایی شروع میشه، از هدف قرار دادن پهپادی به اصطلاح متراکم در مرکز فرماندهی، رادارها و مراکز ارتباطی. اینمی کارا را در شمال اسرائیل تقریبا در 2 ماه اخیر به طور کامل و مستمر اینها انجام دادن و ما برای شما گزارش کردیم که چه رقم می زدن و چه رقم در آتش می گرفت. تأسیسات به اصطلاح الکترونیک و اطلاعاتی و عملیاتی را، کاری که حزب الله از زمان آغاز عملیات حماس همسه پارسال تا امروز زیر دنبال کرده. در یکی از عملیات اسرائیل در منطقه زهرانی در جنوب لبنان در ماه می، یک شهروند به طور تصادفی از یک موشک منفجر نشده اسرائیل فیلمش گرفته بود، موشک گرفته بود. بعدا رفتن به زودترین فرصت از اینا به عنوان موشک صیاد C2 ساخت ایران رونمایی شده. این به این صورت تکنولوژی از او را کشف میکنن، شناسایی و بعدا او را به شیوه خودشان مهندسی میکنن، به اصطلاح انجینیرینگش معکوس میسازن، بردش بالا میکنن، ارتفاع بالا، قابلیتش افزایش میدن به این شکل. یعنی صنعت موشکی امروز جای هواپیما رو گرفته. این فیلم که در رسانه های اسرائیلی و غربی هم دست به دست شد تایید میکرد که حزب الله موشک های دفاع هوایی میان برد داره که از خود اسرائیل. خب حالا آماده هستم، آماده شدن برای جنگ بالقوه تمام عیار. این موشک صیاد 2 بردش از 75 کیلومتر است، خیلی زیاد است، 75 کیلومتر در عمق اسرائیل. وقتی که بره خود تاسیسات اسرائیل در جای فشارده است، میتونه به ارتفاع 30 کیلومتر برسه و قادر است کل ارتفاعات عملیاتی هواپیمای جنگی اسرائیل پوشش بده مثل خودشان، و هواپیمای اسرائیل تا آخر در هر جا تعقیب و ساقط بکند. علت اسرائیل که به اصطلاح هیچ جرات نمیکنه، با وجود فقط به نقطه زنی و شکار آدم ها اکتفا میکنه، اینی مسائل است. یعنی صیاد 2 داره سیستم هوشمند ظرفیت به اصطلاح هدایت اتوماتیک نیمه فعال از در زمین عمل میکنه، نیاز به رادار و رادیویی مگر داره و از رادارهای که مخصوص خودش است استفاده میکنه، هدایت میشه. این سیستم دوگانه با موشک اجازه میده که بدون انتشار امواج راداری بره هدف در هر جایی که هست بزند. یعنی این موجودیت موشک صیاد 2 و موشک های دیگه هم هست که لستش بسیار طولانی است، این صیاد 2 نشاندهنده توانمندی قابل توجه هوایی این هاست. شاید ایره به قصدی بروز میتن که این صیاد 2 هست، اما تصمیم بر استقرار سیستم های پیشرفته به ای است که طرف اسرائیل چی برخورده میکنه در جنگ. از روی نحوه برخورد ارتش اسرائیل طرف خودم
مثلا اندازه خود اندازه گیری میکنه، مثلا اندازه خود نشان میده، عیار میکنه خود. چرا سیستم هوایی اسرائیل بسیار پیشرفته است؟ از بلا بعید است که پیشرفته ترین سامان های دفاع هوایی خود ایتا پیش از پیش افشا بکنه. امکان نداری کار نمیکنن مگر در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، که وقت هر چیزی که هر طرف در تای آستین داره بیرون میشه. در درگیری های محدود فیلی حراست است، اما دارایی های بلند مدت یک اصل است، خصوصا در برابر اسرائیل که یک نیروی هوایی فوق العاده مجهز داره و میتونه بسیار ضربه زننده و نابود کننده باشد. در اصل استراتژی دفاعی هوایی حزب الله بر فعلا حفظ تعادل است. بسیار ظریف است این بازی، محافظت از ذخایر، محافظت از سیستما، یعنی به حد اقل رساندن ضررها و آمادگی برای عملیات های کار تمام. از شاخص های استراتژی کاربردی یعنی مقاومتی ها که خاصتا در وجود حزب الله دیده میشه، یک آن میبینیم که یک خیشتنداری حساب شده است. یک خیشتنداری حساب شده معلوم میشه که رهبرساز هوشمند رهبری میشه. آمادگی بر استفاده از استفاده به موقع از قابلیت های پیشرفته، قابلیت های متوسط و قابلیت های کلاسیک. ایرنی است که اسرائیل از او حراس داره و بسیار احتیاط آمیز گام برمی داره. خب بحث نیروهای زمینی دیگه در این برنامه در بارش مجال گفتن نیست، خود یک داستان دیگه است و در اون مسئله از قدرت عملیات و تصمیم گیری به مراتب کمتری برخوردار از اسرائیلیا. در زمین مرد جنگی که در برابر شبکه های زمینی رضوان و اونا مقاومت میکنه، اسرائیلیا در جنگ زمین کوتاه میان، حداقل تا میزانی که این تجربه جنگ های قبلی نشان داده است.